در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم برگزار می شود یکی از سوال هایی که دوازده همه زی حجه 1443 از معظم الله پرسیده شد این بود که آیا کسی که قائل به وحدت وجود یا موجود باشد کافر محسوب می شود؟ پاسخ آیت الله رازی را با هم ببینیم و بشنویم ایشون در نجاسات نسبت به کافر بحث میکنه که قائلین به وحدت وجود اگه ملتزم هستن به لوازمش اینا جز کفار حساب میشن قروه داره این مسئله رو فقه همه هم قبول کرده حدی حاشیه نکرده یه وقت لفظ میگه نه اینکه راستی معتقده نه <coughs> اما اگه راستی معتقده قروه داره تمام فقه قبول کرده در نشسته علمی دوازدهم زی حجه همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره حکم راه رفتن در نماز واجب و مستحب حکم قصد کردن ابطال نماز یا روزه بدون انجام مبتل عدم وجوب اطاعت مطلق از والدین و حرام بودن اذیت والدین شروط خمس نداشتن معونه زابطه کافر و مبتل نمودن ریا بعد از عمل پرسیده شد که آیت الله شیرازی دامزلو به یکایک که سوالها با سعی صدر پاسخ دادند. شما هم می توانید نشسته علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامزلو را هر روز ساعت دوازده و پانزده دقیقه به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.